میرسیدیم به خونه یک عزیزم، از اینجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه. ببینم که بهش گفتی بیاد جلوی در؟ گفتم، گفت یکم دیر میام. اصلا با لیلیا سرگرمه. باید با یه ویدیو دیگه، یه ویدیو جذاب، خوشمزه و امیر اومدیم راضی باید اگه امیر رو نهیدید والا از شما چه پنهون؟ هری شبا بود که آقای آبری به هم زنگ زد. آبری شما نمیشناسین؟ آقای آبری درک. آقای آبری درک به من زنگ زد. مطمئنم که هیچ کدومه تو اسم درک رو نمیرسم. یه ویدیو پخش شد از آقای آبراهام آبری و گفتش که به من زنگ زد گفت من چیکار کنم چیکار نکنم. یه ویدیو پخش شده که خودش داشت ویدیو دیگر رو نگاه میکرد. درسته؟ بیا خونمون با هم دیگه صحبت کنیم. من بهش گفتم که راستش تو اصلا چیزی نیست که بخوای شرمگین بشی و ناراحت بشی درباره این موضوع. میگم من به تو میگم یه استوری بذار، اون چیزی که من میگم و بذار. حالا استوری که بهش گفتم میذارم اینجا، این وسط میاد. الان تفسیرش این میشه که جهان آمادگی این حجم از آره، چون بالاخره سورپرایز دیگه، بالاخره سورپرایز میشه و این داستانا. خلاصه میریم خونه دریک رو میخوایم مزاحمش بشیم ببینیم و... اگه خونه باشه ما میخوایم سورپرایزش کنیم. خونه هست دیگه، زنگ زد بهم دیشب میاره گفتم آره با یکی بچه‌ها میام و اینا. گفت که دوم بوری پسر مثلا بیا میبینم تو پرفکتو داشی میام مثلا جات اینجاست و... گفتم کجا؟ گفت اینجا. گفتم اوکی اونجا اوکی. خب مثلا قبلش یه چیزی بخوریم بعد بریم خونه دریک. نداشت که خونه دریک دعوت کرده، یعنی غذا بهمون نمیده. یعنی نریم بالا، همون یه سر بزنیم کوتاه. یعنی چیز نخوریم اونجا؟ اونجا به نظرم دیگه زحمت میشه برده. فکر کنم مادرش اون پیر من میاد میخواد چایی بده. آخه چی میتونیم بخوریم که باز معود به دریک باشه که بچه ها تو خونه خسته نشن؟ چیزی باش؟ اومدیم چانگ چون کوریان هات داگ. اینجا چی هستن؟ معلومه دیگه، گفتم دیگه چی نمیگم. غذا اون آماده شد بهتون نشون میدم. مراقب خودتون باشید. اومدیم با آیتم‌های خوشمزه. اول کارو بگیر. چی واسهتون گرفتیم بریم بخوریم ببینیم که چه مزه‌ای میده. سابسکرایب کنید بچه، سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بزنید که میخوام بخوریم ببینیم چه خبره. تا واسهتون سواله که چرا ما از اینا میبندیم، ولی اینجا خیلی آدمای بی تربیتی هستن، دوزی زیاد میکنن. بریم تستشون بکنیم. منو بخوریم که ببینیم چه جوریه. ما از شما برو بگیر. برو هشوا باشه. بریکیه. واقعا خیلی گوشتم میشه دیگه. این ناگت دورش ناگت سرخ شده داره، توش هم که مثلا اینکه هات داگ باید باشه اگه اشتباه نکنم. برو نظرتو بگو که واقعا گوشتم پسر. خوبه پس؟ من خیلی دوست دارم. برو علاوه بر این چیزایی که خوردیم، لیست دیگه هم گرفتیم. اون سورپرایزه. این سورپرایزه به اسم مکن چیز بایت. در واقع مکن چیز که میدونید چی، عکسشو میارم اینو تیکه تیکه کوچولو کوچولو برمیدارم سرخش میکنم و میشه یه چیز مثل این. سلامتی چی پر؟ سلامتی بسیار چون روغایی دارم دارم خیسه خیسه اصلا مرخواین چوبش باشه. چوبش داشته باشیم جای نرم دیگه. بعد از اینکه تموم شد فهمیدیم که آیا این چوبایی که درونش بوده دخولش بوده چیز نبود جز چاپستیک. واو غذای مورد علاقه دره که میدونی چیه؟ مرد؟ نه غذای مورد علاقه دره کوکو سبزیه. خونه جاستین و کورادو نه خونه دریک در یه مکان قرار داره، یعنی در یه کوچه. این خیابون و محله‌ای که الان داریم میریم محله پولدارترین آدمای دنیا که خونه دریک اونجاست، خونه آقای بیبر اونجاست، جاستین جان. شاید باورتون نشه تو میدونم میشه، ولی ما بالاخره رسیدیم محله پولدارای دنیا و هومه. آتیشو خاموش کردن نرفتم پی انقلاب. اصلا فضای عرفانی ناموسن. درختاشون هم با درختای ما فرق نمیکنه. بعد یعنی یکی بزنه بیاد دوست ما بشه اینطوری دختر فرقی نداره. بخوام خیلی کلی بخوام بگم ببین این آره خونه دیگه. این خونه یه ایرانیه، یارو یه تاجر ایرانیه. من باور نمیکنم که این کشتی مشتی ها پر میکنن از چین میفرستن به کانادا و آمریکا. نوشته که سلطان کجایی؟ واتساپتو باز کن برات فرستاده لوکیشنو. اینجا پیچ در پیچه. من هر سری که میام این داستانو دارم، من هر سری باید اینو تکرار بکنم. هر دقیقه من باید این داستانو کنترل کنم.
درک جان اومدیم، ما اومدیم برادر، بسیار نزدیکیم. اینجا همه خونه شبیه همه و خیلی هم بزرگن. مثل آماده ای؟ آماده ای بچه ها؟ آماده ای؟ رسیدیم به خونه درک عزیزم. از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه. ببینم که بهش گفتی بیاد جلوی در؟ گفتم، گفت یکم دیر میام. اصلا نگاه کن، ولی لیلیا سرگرمه. بعد دیگه دو تا از این بچه‌ها هم اینجا وایسادن که مثلا حواسشون به همه چی هست که یه موقع مثلا ما کاری نکنیم. ولی دیگه تا اینجا خونه درک بود. درک به من تکست داد چند دقیقه پیش، به زنگ زدم بیاد پایین. گفت که الان سر استودیو بودم، برای همین خستم. اگه میشه بذارمش یه روز دیگه. بهش گفتم داداش من آلردی اومدم و این حرفا. گفت اوکی، حالا که اومدی پس بذار خونه جاستین بیبر رو بریم یه سر بزنیم. خونه درک عزیزم در روزهای گذشته به عنوان گرونترین خونه دنیا شناخته شد به ارزش 100 میلیون دلار. ران حجی ناموسن اینا چیکار میکنن؟ خدا وکیلی این ویدیو با یکی از بچه‌ها گرفته بودم، اونجا کامل توضیح میده که آدما چجوری پولدار میشن برای پولدار شدن. این درس اخلاقی گوش کن، هیچ آدمی با نون سالم به هیچ جا نمیرسه، فقط باید دزدی کرد، خورد بود تو کارکاسبی مردم. پس نون حلال در بیار بشوش. میفهم برای پولدار شدن باید چی کار انجام بدن. حالا شما هم آیا هم عقیده هستید با این داستان؟ راسته که میگن دریک با رپ فارس قرارداد و بسته؟ کارو بگی میس نکن، میس نکن که همینجوری میسکال زیاده. میسکال دزدی نیست واقعا، یعنی حلاله. جاجی میکنی آقا؟ بذار شاید واقعا جاج نکردم. قاضی سوال بله بله کوئسشن بود. اینو ببین، قاضی خداست. فوارش هم یونانی بود تو تربیت. واقعا ممنونم از درک عزیز که اینم از خونه درک. خب بچه ها مرسی، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ببخشید که نتونستیم بریم بالا. تو چه عرض کنم، کانادا گرونترین خونه دنیا اینجاست اکثریتشون، یا حتی عملا گرونترین خونه دنیا. اوه سکیوریتی خاص خودش هم داره این تازه. آجی ویدیو نگیر. نه بابا بیا کار نمیشه. رو الان میان چوب تو چیزا اون نه بابا. منتظر یه ویدیو خفن باشید. این دیگه سورپرایز. از این میگیرم این خوبه. و کولر زدیم الان، باورتون میشه؟ یعنی واقعا unbelievable.